درودی دیگر به شما هم میهنان در هر گوشه دنیا که هستید. امیدواریم لحظاتی خوش را سفری کرده باشید. در این بخش گزارشی داریم تحت عنوان تاجگذاری شاهزاده رضا پهلوی. اما در این بخش نظرات شما در رابطه با این طرح برای ما بسیار ارزشمنده. پس خواهش ما از شما اینه که تا پایان این بخش ما را همراهی کنید. آنچه دیگران نمیگویند ما بدون سانسور میگوییم. گفتگوی تاجزاده و شاهزاده، تاج و شاه به هم میرسند. مهدی نصیری فعال سیاسی طرح گفتگوی تاجزاده شاهزاده را مطرح کرد. پیشنهاد او برای نزدیکی دو طیف متضاد مخالفان حکومت بازتاب گسترده‌ای در بین فعالان سیاسی و رسانه‌های فارسی زبان در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. فعلا مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب که در زندان به سر میبرد و رضا پهلوی به این پیشنهاد واکنشی نشان ندادند. تعدادی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان مانند سازندگی تا رسانه‌های نزدیک به حکومت مانند جوان و همشهری به او تافتند و طرح او را اتحاد نامقدس نامیدند و بعضی از فعالان سیاسی طرح تاجزاده شاهزاده را دستبافت نهادهای امنیتی در داخل نظام و پوست خربوزه زیر پای آقای نصیری دانستند که دو سرباخت برای اوست. منتقدان میگویند مخالفان خارج از کشور به خصوص طرفداران رضا پهلوی این طرح را نمیپذیرند و مخالفان درون ایران نیز حاضر نیستند که با آقای پهلوی دور یک میز بنشینند و از اساس طرح نشدنی است. آنها اشاره داشتند کسی که در این میان سنگ روی یخ میشود مهدی نصیری است و او با اعلام این طرح دست به خودزنی زده است و پایانی بر عمر و فعالیت سیاسی و کنشگری اوست. اما مهدی نصیری چه میگوید؟ طرح گفتگوی مخالفان جمهوری اسلامی با حضور طیف‌های مخالف در داخل و خارج از کشور بارها مطرح شده است، اما آنچه حساسیت بعضی از چهره‌ها و فعالان سیاسی در داخل ایران را به دنبال داشته نام بردن از رضا پهلوی برای گفتگوست. کسانی مانند فائزه هاشمی فعال سیاسی بارها در مصاحبه‌ها گفته است عملکرد جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای بوده است که نظام پهلوی را روسفید کرده و مشکلی با انتخاب شاهزاده پهلوی از طرف مردم ندارند. فائزه برای اولین بار این سخنان را در اول مهر ماه 1401 همزمان با آغاز جنبش مهسا و قبل از دستگیری وی مطرح کرده بود. آنچه باعث حساسیت دوچندان طرح تاجزاده شاهزاده شده است در مرحله اول شرایط سیاسی و حکومتی در ایران پس از جنبش زن زندگی آزادی است. نکته دیگر پیشنهاد یک گام عملی برای شکستن این تابو به گفته ی آقای نصیری است تا دو طیف مخالفان حکومت به هم نزدیکتر شوند و از حالت صفر ساعت خارج شوند. اگر خواسته باشم در یک عبارت مقصودم بیان کنم راجع به کاری که باید اپوزیسیون باید کنه، اینه که شکاف و فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید در میان اپوزیسیون ایران برداشته بشه. مهدی نصیری در یوتیوب ایده خودش برای اتحاد اپوزیسیون را تشریح کرد و گفت جریان اصلی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در دو طیف پادشاهی مشروطه و جریان جمهوری خواهی خلاصه می شود و برای عبور مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی این دو جریان باید متحد شوند. به این معنا که باید یک اتحاد و همگرایی ویژه بین جریان پادشاهی مشروطه و جمهوری خواهان که بخش قابل توجهی از جریان جمهوری خواه اصلاح طلبان عبور کرده از جمهوری اسلامی هستند، این دو جریان که به نظرم حداقل 80% جامعه ایران و شاید بیش از این مقدار را پوشش میده باید وارد گفتگو بشن، باید وارد اتحاد و تعامل بشن و عمق خطری را که ایران امروز و ایران آینده را تهدید میکنه تشخیص بدن و درک کنن و برای اون چاره اندیشی کنن. او بر این باور است که بر اساس نظرخواهی ها جریان مشروطه پادشاهی حدود 30-50% در ایران طرفدار دارد و جریان جمهوری خواهی نیست که بیشتر آنها از اصلاح طلبان بولیده از نظام هستند 50% از مخالفان را تشکیل می دهند. مهدی نصیری طیف اصلاح طلبان را شامل طیفی از میر حسین موسوی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، عبدالله مومنی، جبهه ملی، گروه های چپ، ملی مذهبی می داند و معتقد است اصلاح طلبان می توانند برای رفع مشکلات کشور با سلطنت طلبان چاره اندیشی کنند و شکاف بین مصطفی تاجزاده و رضا پهلوی را با اتحاد پر کنند.
مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان بر این باور است که اصلاح طلبان نباید به اسم پهلوی حساسیت نشان دهند و موضع گیری کنند. برای گفتگو هیچ تابویی نباید بین آنها باشد. به باور او متقابلا جریان مشروط فاهی نیز نباید به اصلاح طلبان و انقلابیون 57 نگاه ستیز جویی و انتقام جویی داشته باشند. آقای نصیری با طرح اشکالات رژیم شاه و مقایسه عملکرد فاجعه بار جمهوری اسلامی میگوید نظام گذشته از عملکرد بهتری برخوردار بوده است و روسفید است و نمره قبولی میگیرد. این فعال سیاسی با اشاره به مزایای نظام مشروطه و نظام جمهوری میگوید شکاف تاجزاده و شاهزاده با اتحاد و گفتگو حل میشود تا روند تغییر نظام بدون خشونت و انتقام جویی صورت بگیرد و در نهایت مردم تصمیم بگیرند که کدام سیستم حکومتی را میخواهند. اما واکنش ها به طرح تاجزاده شاهزاده چه بود؟ بررسی واکنش ها به طرح تاجزاده شاهزاده نشان می دهد که بخشی از انتقادها به عملکرد گذشته مهدی نصیری اشاره دارد. بخشی از انتقادها به عملکرد اصلاح طلبان و مصطفی تاجزاده از چهره های شاخص اصلاح طلبان که در زندان است برمی گردد. بخشی به نقد مواضع رضا پهلوی برمی گردد و یک جریان چهارمی نیز در این میان وجود دارد که به نظر می رسد به طرفداران نظام و به اصطلاح افسران جنگ نرم برمی گردد که تلاش دارند هر سه طرف ماجرا را در شبکه های اجتماعی بکوبند. اکثر طیف های اصلاح طلب در قبال طرح تاجزاده شاهزاده سکوت اختیار کردند. در میان آنها فقط حزب کارگزاران سازندگی حملات شدیدی به مهدی نصیری داشته است. روزنامه سازندگی ارگان رسمی این حزب روز گذشته ایده مهدی نصیری را فیال خام، اتحاد نامیمون و نتیجه آن را خونریزی تمام عیار و جنگ داخلی خواند. روزنامه سازندگی با اشاره به سوابق افراطی آقای نصیری نوشت پیشنهاد غیر منطقی شما ناممکن است، زیرا بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان دریایی از اختلاف تاریخی و نظری وجود دارد که نمیتوان به سادگی از آنها چشم پوشید. غلام حسین کرباسچی عضو حزب کارگزاران و مدیر مسئول روزنامه هممیهن روز 11 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت آقای نصیری آدم متعادلی نیست که بخواهد طرح و رویکردی بدهد و آدمی است که میخواهد خودش را مطرح کند و حرفهای شاذ میزند. محمد علی ابتهی فعال سیاسی اصلاح طلب نیز او را سوپر افراطی حزب اللهی دیروز و سوپر اپوزیسیون امروز خواند و در شبکه ایکس نوشت بعد توست خربوزه زیر پای آقای نصیری انداختند تا تمامش کنند، هم از داخل حاکمیت و هم از خارج و هم از درون اپوزیسیون. حسین قدیانی روزنامه نگار و نویسنده تندرو سابق کیهان که در سالهای اخیر علیه حکومت مطالب تندی می نویسد هم در کانال تلگرامش به واکنش اصلاح طلبان به تغییرات مهدی نصیری واکنش نشان داد. آقای قدیانی روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه با اشاره به رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات مجلس آن را نشان تغییر در مواضع سوپر اصلاحی رئیس جمهور پیشین دانسته و می‌دانست چطور اصلاح طلبان چنین تغییری را می‌پذیرند، اما به تغییر امثال مهدی نصیری واکنش‌های تندی نشان می‌دهند. ستون نویس سابق روزنامه کیهان نوشته است جماعت قابل ترحمی هستند این دوم خردادی ها، آنجا که حتی از بی جمهوری اسلامی هم پست ریاست جمهوری میخواهند، کل سهمشان از قدرت به یک کارت دعوت در افطاری بیت رهبری رسیده. این عقده بزرگ را سر کی خالی کنیم؟ آقای قدیانی به کارت دعوت برای شرکت در مراسم سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته اشاره دارند که برای چند اصلاح طلب از جمله آقای ابتهی نیز ارسال شده بود و آقای ابتهی عکس آن را در فضای مجازی منتشر کرد که واکنش برانگیز شد. روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، هم در یادداشتی با عنوان چرا اصلاح طلبان باطن خود را گردن میگیرند مدعی شد که نظر مهدی نصیری خواسته باطن اصلاح طلبان است که ظاهر شده است و در عمل آقای نصیری حرفی را زده که اصلاح طلبان شهامت بیان آن را نداشتند و حالا از این سخنان به شدت دلخور و هراسان شدند و در اقدام سیستماتیک هر روز یکی از آنان تکذیب و رد و تکفیر نصیری را بر عهده میگیرد. در کنار واکنش‌های داخل ایران، رسانه‌ها و فعالان سیاسی در خارج از کشور نیز انتقاداتی به این طرح وارد کردند. اکبر گنجی با نوشتن دو مطلب جداگانه در کانال تلگرامیش بر این باور است که این طرح دستپخت نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران است. آقای گنجی معتقد است اتحاد با شاهزاده هیچ معنایی جز پذیرش نظام پادشاهی ندارد و اگر هم اتحاد و ائتلافی بخواهد شکل بگیرد، باید آن شعار به شعار از تاجزاده تا رضا پهلوی تغییر کند، نه از تاجزاده تا شاهزاده. او در یادداشتی دیگر نوشته است علی خامنه‌ای تا کنون چند بار از رضا پهلوی و خاندان پهلوی به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی نام برده و گفته است دشمن به دنبال دوباره به قدرت رساندن خاندان پهلوی است. آقای گنجی میگوید هدف رهبر جمهوری اسلامی ایران این است که رضا پهلوی را به عنوان آلترناتیو نشان دهد و بقیه مخالفان جمهوری اسلامی را از میدان بیرون کند
و در این حال نشان دهد رضا پهلوی بیش از عروسک فیلم شب‌بازی نیست و هیچ چیز نیست. این روزنامه نگار مخالف رضا پهلوی میگوید مأمور اجرای هدف علی خامنه‌ای سپاه پاسداران است و به او توصیه میکند فریب پروژه امنیتی از تاج داده تا شاهزاده را نخورد. اما گفتگو از کجا شروع میشود؟ بخشی از اظهار نظرها درباره طرح تاجزاده شاهزاده فارغ از نگاه حزبی و حکومتی عنوان شده است. عده‌ای تلاش کردند با توجه به تجربه های گذشته از جمله برنامه گفتگو برای نجات ایران در اردیبهشت ماه 1402 و نشست دانشگاه جورج تاون در بهمن 1401 به تجزیه و تحلیل این ایده بپردازند. بذری که مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نشست دانشگاه جورج تاون داشتند حتی به جوانه زدن هم نرسید و خزان شد. با توجه به اینکه اعضای آن نشست در خارج از کشور بودند و ملاحظات و محدودیت‌های امنیتی در داخل ایران را نداشتند، این انتظار بود که به یک تفاهم حداقلی برسند، اما چنین نشد و به شکست انجامید. از دلایل شکست این نشست به کارنامه اعضای آن اشاره می‌شود که اکثرشان بدون پشتوانه فکری، عملی و سیاست‌ورزی وارد عرصه و میدانی شدند که با شعار و سخنرانی فاصله معناداری دارد. یک فعال سیاسی که نخواست نامش مطرح شود درباره طرح آقای نصیری میگوید با توجه به اینکه مصطفی تاج‌زاده در زندان است انجام چنین گفتگویی ممکن نیست و در بهترین حالت ممکن است دو نامه رد و بدل شود که آن هم نتیجه بخش نخواهد بود. از این رو طرحهایی که کارشناسی و عملی نباشد میتواند به سرخوردگی بیشتر مردم منجر شود، چنانکه نتیجه شکست نشست جورج تاون در نهایت سرخوردگی مردم بود و حکومت و نیروهای امنیتی از آن بسیار بهره بردند. او معتقد است مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران دیر یا زود مجبور خواهند شد دور یک میز بنشینند و با هم گفتگو کنند، اما اتحاد آنها الزامات و پیش نیازهایی دارد که در یک فرایند زمانی صورت میگیرد و با نصیحت کردن و خواهش کردن عملی نمیشود. این فعال سیاسی میگوید داشتن رسانه‌های جمعی، همراهی نخبگان سیاسی، برگزاری کارزارهای سیاسی، چانه‌زنی با جامعه بین‌المللی، برنامه‌ریزی و داشتن پشتوانه قوی فکری از جمله الزامات فعالیت‌های سیاسی و برگزاری نشست‌های سیاسی برای حصول به یک توافق است. گزارش این ساعت هم در همینجا به پایان رسید. به رسم همیشگی سپاسگزاری می‌کنیم از همراهی شما. اما همانطور که بیشتر از شما خواسته بودیم، منتظر نظرات ارزشمند شما در رابطه با این گزارش هستیم. تا بخش دیگری از اخبار ایران دیلی با آرزوی بهکامی برای تمام هممیهنان، بدرود.